سلام دوستان، میدونی چیه؟ نمیدونی؟ هی بابا خیلی مهمه. خرچنگ نظام میخواد یه نکته بگه. من میخوام یک جمله بگم. اونهایی که فکر میکنن فضا آنچنان باز شده که بتونن به مقدسات اهانت کنن، تحلیلشون قطعا اشتباه. گذشت اون دوره ای که به مقدسات اهانت میکردید. چی باز شده؟ فضا باز شده؟ خرچنگ ریشدار سود زدی؟ اونم از نوع بلبلیش. سیدعلی هی زور میزنه بگه نظام تو فاز انسجام و اقتداره، بعد تو میای آدرس شکافو به بسیجی ها میدی؟ بابا بابا. خب حالا تو این فضا یا همون شکافی که باز شده چی میگذره؟ تو که سر کلافو باز کردی، خب تا تب برو دیگه. سخن اینه، از اول انقلاب کسانی با قلم زهرآگینشون به نیش زدن به این اسلام پرداختند. طی این چند ماه روزنامه ای ولایت مولا علی رو زیر سوال برد، روزنامه دیگری قصاص رو حکم غیر انسانی خواند. تشکر از قوه قضاییه که بنا به وظیفه ذاتیش به وقت و به موقع وارد شد، اون روزنامه حتاک رو تعطیل کرد، توقیف کرد. ولی یه تذکرم دارم، هیئت محترم نظارت باید این کارو میکرد. اوه میریم که داشته باشیم یه حمله سنگین از گوش راست ولایت به سمت دروازه شیخ فری. بشود ببینم چطوری میشودی خرچنگ. از وزارت ارشادم همین انتظار هست. وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است. عزیزان من، طوری عمل کنید که این پسوند زیبنده شما باشه. اجازه نشر کتاب‌های فاسد را دادن زیبنده شما نیست. همینه دیگه، شکاف که باز میشه کرباس ولایت همینجوری جر میخوره، میره تا ته. از کشیدن گوش ارشاد شروع میشه، میره تا کشیدن دنبه کی؟ کوسه. اما مشخص کنید افراطی از دیدگاه شما چیست؟ این از اون کلمات متشابهه. ما به صراحت گفتیم و با توجه به مبانی مقام معظم رهبری باز هم به صراحت میگوییم، فتنه‌گران سال 1388 کندروی افراطی بودند که متاسفانه بعضی هاشون سخاوتمندانه دارن پست میگیرن. برو افراطی چیه پشمک؟ این ادا و اطوارا چیه؟ بابا اصل قضیه رو چرا نمیگی؟ اونو رو کن. کوسه دور برداشته که جام زهر رو تا ته خالی کنه تو حلق سیدعلی. سیدعلی هم هول کرده میخواد یه جورایی نوک رقیبو بچینه. خب چرا دندون مذاکره سیدعلی رو نمیکشید که کامل خلاص شید؟ و اگر فکر میکنید با افراطی خواندن غیرتمندان دینی میتوانید اونها رو از صحنه منزوی کنید، بدانید که اشتباه میکنید. غیرتمندان دینی فقط و فقط رهنمودشان را از مقام معظم رهبری میگیرند و هیچگاه تحت تأثیر جو رسانه‌ای ساخته شما نیستند. آها، پس نقل رهنمودای عظماست. قرار شده کوسه و شیخ فری رو دوندون کنید، اما به مذاکره که رسید زمینگیر بشید ها؟ بدبخت، همه این مصیبت ها از همون گام اولیه که تو مذاکره برداشتی. آخه خر و خورما که با هم نمیشه که. گیر افتادی سیدعلی، بد جوری هم گیر افتادی. چهار دست و پات هواست. حالا هی کل ملق بزن، هی کل ملق بزن. آخرش چی؟
فری 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 واسه ما نداری خیری با کوز مهربونی ما را هی میچزونی جام زهر رو میخوای به ما بخورونی فری 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 سدلی میدنده کردن زامورنده فری کدوم دمایی مثل ما ناغلایی واسه درده نظام بشوی دبایی فری 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 دلی هر روز هاش زر مفته داره از پا میافته برو من دارم ات پاتیت کلا افته Oh,